مهمان من یک روحانی انقلابی بود و معتقد به نظام جمهوری اسلامی در ایران. ولی همون نظامی که خود در راه ایجاد آن تلاش کرده بود برایش تقاضای مرگ کرد. او را به زندان انداخت و سرانجام او را از جریه روحانیت طرد کرد. گناهش چه بود؟ حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای اشکبری، شما تجربه دردناک و در این حال عجیبی داشتید. چرا دادستان دادگاه روحانیت برای شما تقاضای مرگ کرد؟ گناهتون چه بود؟ میدونید که بازداشت من در تابستان 1379 به دنبال شرکت در کنفرانس برلین بود که اون جار جنجال آفریده شد و در کیفرخواست من یکی از موادی که وجود داشت، کنفرانس برلین کنفرانسی بود که عده‌ای از روشنفکرای دینی و غیر دینی در از ایران دعوت شده بودند که در اونجا در یک جلسه در مورد مسائل ایران صحبت بکنند. بله بله، در بعد از انتخابات مجلس ششم بود که بنیاد هنریش بول در آلمان ترتیب این کنفرانس داده بود که در خانه فرهنگای جهان انجام شد و 17 نفر از روشنفکران نویسندگان ایران در اونجا دعوت داشتند و برخی از ایرانیان یا آلمانی هایی هم که در آلمان بودن شرکت داشتند که بلوا بود و جار جنجال بود که وارد بحثش نمیتونیم بشیم و به دنبال اون تقریبا 5-6 نفر از این 17 نفر بازداشت شدند که 4 نفرشون بعد از یک و دو ماه آزاد شدند و بقیه مثلا بازداشت نشدند و من و آقای گنجی دو نفری بودیم که بالاخره در حبس طولانی موندیم. در کیفرخواست من به عنوان متهم درجه یک و شیعن شماره یک بودم و در اونجا 5 ماده داشت کیفرخواست من، یعنی 5 مورد اتهام که اولیش ارتداد بود به دلیل انکار ضروری دین و دوم هم توطئه و براندازی علیه نظام جمهوری اسلامی، دیگه چهارم پنجم مواد دیگه بود. استنادشون دقیقاً در مورد ارتداد به چی بود؟ چی گفته بودین شما در کنفرانس برلین در ارتباط با مسئله اسلام؟ من گفته بودم که احکام اجتماعی اسلام تغییرپذیره و با توجه به شرایط زمان و مکان با اجتهاد اینها دچار تحول و دیگرگونی میشه و اصلا ادعای کلی کردم و اونم این بود که معتقد بودم و هنوزم هستم که احکام اجتماعی اسلام از اول هم جاودانه نبوده، برای همیشه نبوده، برای شرایط خاص تاریخی بوده و به طور خاص اشاره کرده بودم به مسئله حقوق زن و از جمله مسئله حجاب و گفته بودم حجاب حداقل اگر به عنوان امر شرعی هم فرض بشه این به عنوان یک امر اختیاریه، بنابراین حجاب تحمیلی و حجاب اجباری نداریم. در کیفرخواست من به اینا استناد شده بود که این کار ضروری دینه و در دادگاه هم خب علی‌رغم دفاعیاتی که من در بازجویی ها کردم و در دادگاه هم کردم، هم من هم وکیل تسخیری من، ولی سرانجام ظاهرا مورد قبول قاضی واقع نشد و حکم اعدام برای من دادن به جرم ارتداد و به دلیل اینکه من گفتم مثلا حجاب امر اختیاری یک چیزایی که استناد کرده بودم. خب بازجوی شما کیا بودن؟ کی روحانی بودن شما بازجو میکردن؟ بله، چون من متهم دادگاه ویژه روحانیت بودم و به وسیله دادگاه ویژه روحانیت تهران بازداشت شده بودم، تمام کسانی که در مراحل دادیاری و دادستانی و دادگاه و قاضی و یا مراحل تجدید نظر بودن طبیعی بوده که همه اینها روحانی بودن. بله. خب این در یک شرایط عادی وقتی کسی رو بازجو میکنن یک کاری کرده یا یه چیزایی داره مخفی میکنه و اینا بازجو سعی میکنن ازش بکشن و اینو در دادگاه علیش استفاده بکنن. در مورد شما که یک نظریه داده بودین، این بازجو به شما چی میگفتن؟ یعنی از شما چی میخواستن؟ واقعیتش این است که در قانون ما در 3 مورد ما بازداشت موقت داریم. یکی از اون موارد اینه که متهم امکان فرارش باشه، دوم این که امکان محو آثار جرم باشه و سوم هم امکان به صورت تبانی باشه. خب من به محض اینکه وارد تهران شدم قرار بوده در فرودگاه منو بازداشت کنن، ولی به دلایل بازداشت نکردن، فردا آمدن خونه و از خونه منو بردن. بنابراین حتی بازجویی هم اگر می‌بایست می‌شدم محاکمه می‌شدم، اگر در دادگاه محکوم می‌شدم بعد می‌رفتم زندان، در حالی که من حدود 3-4 ماه قبل از اینکه حکم من صادر بشه
من تو بازجویی بودم، تو بازجویی هم حرف همین بود. من میگفتم خب من کاری خاصی که انجام ندادم، عمل مجرمانه ای انجام ندادم، حد اکثر این است که به عنوان یک روحانی، به عنوان یک صاحب نظر درسی در برخی از مسائل دینی اظهار نظر کردم. اظهار نظرم صرف اظهار نظر که جرم نیست، اما از اینکه حرف من غلط باشه یا غلط نباشه جرم مرتکب نشدم، یعنی عمل مجرمانه مترتب بر اون نیست. اینا در واقع از شما چی میخواستن که شما چی کار بکنید؟ اصلا اینا هیچ مورد قبول اینها واقع نمیشد. بحثای طولانی داشتیم، چی به صورت شفاهی چی به صورت کتبی. یعنی بحثای اقناعی میکردن با شما که شما مثلا این نظریتون غلطه؟ نه خیر، نه اتفاقا وارد اصلا بحث معتبرم نمیشدن. من بارها با خود دادستان، با خود بازجو که دادیار یک بازجوی روحانی بود، بعد تو دادگاه میگفتم خب آقا این که دیگه بحثای طلبگیه، بحثای دینیه دیگه، بحث قرآن است و حدیث است و فقه است و روایت است و بالاخره شما یه طلبه اید، منم یه طلبه، میتوانیم که بشینیم آقا این کتاب لومه رو مثلا بذاریم جلومون با هم بحث طلبگی بکنیم، ببینیم که کجای این حرف من. شما ممکن نپذیرید، بگید آقا این حرف غلطه، این نظریه غلطه، اب نداره، نظریه غلط که جرم نیست که، ولی میتونیم با هم بحث کنیم، صحبت کنیم، ببینیم که کدام یک از این حرفای من موجب ارتداد هست. که بعد البته خوشبختانه اولین کسی که بعد از اینکه حکم من صادر شد و بدون اینکه قبل از اون کسی حکم به من یا به وکیل من ابلاغ کنن، خود دادستان کل ویژه روحانیت که آقای محسن یژه‌ای اون روزا بود، خود ایشون اولین کسی بود که به این استناد به اصطلاح قاضی در اعدام و ارتداد و اینها اعتراض کرد. یعنی بعدا معلوم شد که حتی طبق همون معیار دادگاه ویژه روحانیت حق با من بوده، نه حق با دادستان یا حق با قاضی. ولی با این حال شما رو نهایتاً به 5 سال زندان محکوم. بله، در نهایت یعنی اول حکم اعدام به من دادن در دادگاه اول و بعد 2 سال حبس. بعد از اونی که 2 سال حبس من تمام شد، دوباره دادگاه من، پرونده من ارجاع شد به شعبه هم ارز و در دادگاه دوم اون وقت 5 سال من محکوم شدم که با 2 سال شد 7 سال. در واقع آقای اشکبری تمام این ماجرا به این دلیل بود که شما یک روشنفکر دینی بودید و به خصوص روحانیت هم بودید و این حرفا رو می‌زدید. ببینید حساسیت بیشتر از این زاویه بود. بله بله، ببینید اگر جنبندی بخوام بکنم، خیلی طول تفصیل ندم، میتونم اینجوری بگم که دو تا نکته در اون بازداشت ما و اصلا در بلوای جامعه برخورد با مسئله کنفرانس برلین مطرح بود. اون چیزی که خیلی مهم و عمده بود این بود که دیگه بعد از انتخابات مجلس ششم دیگه آقایون به این نتیجه رسیده بودن که باید این بساط اصلاح طلبی رو جمع بکنن و بالاخره این رو مهار کنن و کنترل کنن. و اولین این قدم هم و اولین برخوردشون هم با ترور سید حجاریان توی اواخر اسفند شروع شد. یه ماه بعد ماجرای کنفرانس برلین شد، 10 روز بعد ماجرای بستن مطبوعات شد و بعد همینجور سلسله حوادث ادامه پیدا کرد تا به سال 80 کشیده شد. و بنده هم خب یکی از این افرادی بودم که در حیطه و در حوزه اصلاح طلبی فعال بودم. طبیعی بوده بنده، گنجی، نمیدونه بسیار از دوستان دیگری که مطبوعات و جای دیگه فعال بودن، می‌خواستن بساط جمع کنن. نکته دومم این بوده که من به هر حال در طول 20 سال و یا از اول بعد از انقلاب جزو روحانیون منتقد بودم. در یه دوره‌ای بالاخره ما را تحمل کردن. در اون مقطع که فرصتی پیدا شده بود، می‌خواستن یه تسویه حساب تقریبا 20-25 ساله به من بکنن و این رو در بازجویی‌ها و برخوردها کاملا به اصطلاح باش برخورد می‌کردن. و مسئله سومم این است که خب طبیعیه که میگن که ارتداد آیینی خشن‌ترین برخوردها رو در پی داره، یعنی از یک طبقه، از یک حزب خاصی به خصوص حزبای ایدئولوژیک اگر یک فرد یا گروه انشعاب میکنن با اونا برخوردهای شدیدتری میشه. من چون به عنوان یه روحانی بودم به طور خاص، این حرفا رو در کنفرانس برلین گفته بودم راجع به تغییرپذیری احکام، راجع به مسائل شرعی حجاب، این بیش از حد اونها رو دچار نگرانی کرده بود و دچار به اصطلاح و موجب اعتراضشون بود و این رو در صریح به من گفتن. چون من گفتم وقتی که این حرفا رو که من زدم، این که اولین کسی نیستم که من این حرفا رو زدم، قبلا هم گفتن، بعدا هم خواهند گفت. بازجوی من صریح به من گفت خیلی خوب، چرا با این حرفا شما بزنید؟ بگذار آقای فلانی بزند، یک از روشنفکران دینی رو نام برد. بنابراین روحانی بودن هم سبب شده بود که حساسیت بیشتر کرد. روحانی بودن شما. بله. ولی خب به هر حال حالا روحانی، روشنفکر دینی. روشنفکر دینی چی میخواد؟ اصلا تعریف روشنفکر دینی چی هست؟ والا تفاوتی داره با روشنفکر معمولی؟ بله، ببینید روشنفکر دینی خب از این اصطلاحات و واژه هایی است که نمیدونیم اصلا کی این رو اولین بار باب کرده، ولی امروز به یک گروه اطلاق میشه و خیلی هم مناقشه برانگیزه. من حالا خیلی وارد فرصت نیست، وارد بحثش نمیشم، ولی من خودم شخصا بیشتر نوع اندیشه دینی رو مناسب تر میدونم و از اون استفاده میکنم تا روشنفکر دینی. ولی به طور کلی میتونم اینجوری بگم که روشنفکر
به اعتبار روشنفکری و با توجه به ماهیت و نقش روشنفکری دیگه هیچ پسوندی رو بر نمیتابه. روشنفکر روشنفکره. روشنفکر کسی است که متکی به خرد نقاد هست و همه چیز رو به تیغ نقد، با تیغ نقد مورد نقادی قرار میده. براشون فرقی نمیکنه دین باشد، فلسفه باشد، ادب، ادبیات باشد، هنر باشد، سیاست باشد، قدرت باشد، ثروت باشد، همه چیز رو نقد میکنه. با توجه به اینکه روشنفکر یه مفهوم جدیدی است که بعد از عصر روشنگری پیدا شده که حالا مثلا ولتر رو یه زمانی پیامبر روشنفکری میدونستان، ایمیل زولا رو به روشنفکر دینی روشنفکر میدونستان. کی روشنفکر؟ به تعریف من روشنفکر کسی است که در حیطه اندیشه کار میکنه و تلاش میکنه، منتها اندیشه معطوف به تغییرات اجتماعی یعنی صرف با آکادمیسیان از این نظر متفاوته. این روشنفکری است که در همه جای دنیا معروفه. امروز مثلا ادوارد سعید فرض کنید یکی از روشنفکران چامسکی، یکی از روشنفکران جهانیه که ضمنی که در حیطه اندیشه خاص هم کار میکنه یا تخصص خاص داره، اما معطوف به تغییرات اجتماعی هم هست اندیشش، نقاد سیاست و قدرت هم هست. بنابراین روشنفکر دینی از این نظر با روشنفکر دینی با دیگران فرق نداره. اما روشنفکر دینی که در این سالهای اخیر در ایران باب شده، که حالا به تعبیر من بیشتر نوع اندیشه دینی باید بگیم و مناسب تره، کسی است که با روشنفکر، از یک طرف با روشنفکر لایک و غیر مذهبی مرزبندی داره، برای اینکه بالاخره هم شخصا دین داره و هم دین رو بازسازی میکنه، اصلاح رفرم مذهبی میکنه، در حیطه اندیشه دینی کار میکنه. از این نظر با اندیشه با یک مثلا روشنفکر سکولار یا روشنفکر غیر مذهبی در حیطه کار و نقشی که داره، نقش تخصصی که داره متفاوته. از طرف دیگر با سنتگراها متفاوته، برای اینکه سنتگراها اصلا روشنفکر نیستن، کارشون نقد نیست، کارشون تبعیت و تقلیده. بنابراین هم با اونا مرزبندی داره، هم با روشنفکران لایک به اصطلاح مرزبندی داره. خب حالا صحبت اینه که بسیاری از روشنفکران دینی میگن که نهایتاً ما اصلا بذارید این سوالا اینجوری بکنم که شما به عنوان روشنفکر دینی نهایت آمالتون چیه؟ میخواین به چی برسید؟ ما با واقعیتش این است که ما میخواهیم که اصلاح فکر دینی بکنیم، یعنی معتقد هستیم که اسلام تاریخی با اسلام حقیقی، یعنی اون چیزی که در زمان پیامبر بود، در قرآن هست، در به اصطلاح برنامه اولیه دین و حقیقت دین و جوهر دین وجود داره، با اون چیزی که در تاریخ دین اتفاق افتاده متفاوته. یعنی البته اختصاص به اسلام هم نداره، در مسیحیت هم همین جوره، در یهودیت هم همین جوره، در زرتشتی هم، حتی مکاتب ایدئولوژی بشری هم مارکسیسم در طول این 150-60 سال سیر داره، متفاوته با اون چیزی که مارکس میگفت. به همین دلیلی که این جمله معروفی است که میگن مارکس مارکسیست نبود و مسیح هم مسیحی نبود، چی بسا محمد هم مسلمان به معنی که امروز ما میگیم نبود، خیلی با هم متفاوته. روشنفکر دینی اساسا بین دین و تاریخ دین فرق میگذاره، اون وقت تاریخ دین رو با مبانی اصیل دینی از یک سو، اون مبانی اصیلی که از قرآن و سنت استخراج میشه و با توجه به خرد و عقل مدرن امروز نقد میکنه، تاریخ دین رو نقد میکنه، در نهایت میخواهد که فهم عصری از دین ایران بده تا بتواند که عصر را هم دینی کند. منتها دینی کردن عصر به معنای ایمان، اخلاق و اون معنویت دینی هست، نه به معنای سیاسی کردن حکومت یا دیانت. به همین دلیلی که امروز روشنفکران دینی در ایران، تمام روشنفکران دینی که البته نیل‌های مختلفی هم توشه، جریان‌های مختلفی توشه، به نظر من تا حدی که من اطلاع دارم هیچ کدامشون معتقد به یکی شدن دین و حکومت نیستن، همه معتقد به جدای دین و حکومت هستن. نهایتاً به هر حال میخواین شما به اون جایی برسین که یک جامعه دموکراتیک بخواین که حقوق افراد و حقوق فردی و گروهی محترم شمرده بشه و رعایت بشه، ارگان‌های دولتی، نهادهای مدنی همه در خدمت و کمک و دفاع این حقوق به اصطلاح عمومی باشه. یعنی خب سوال اینه که یک همچین چیزی که در جوامع غیر مذهبی دموکراتیک وجود داره، چرا روشنفکرهای دینی میخوان لقمه رو از دور سرشون بچرخونن به درشون بذارن؟ این دلیل خیلی روشنی داره و یه دلیل به اصطلاح پیشینی داره، یه دلیل پسینی. دلیل پیشینی این است که این روشنفکر دینی معتقدن حقیقت دین و جوهر دین جدای از برخی احکام شرعی که همونجوری که قبلا اشاره کردم روشنفکران دینی معتقدن که تابع زمان و مکان قابل تغییره، حقیقت دین مدافع آزادی، کرامت، حکومت عادلانه تر، حکومت عقلانی تر، حکومت صحیح تر، حکومت مردمی تر هست به طور کلی. چون روشنفکران دینی معتقد به حکومت دینی و مذهبی و تکوراتیک نیستن، معتقد به عقل زمانن و معتقدن که امور بشری با عقل زمانه، تجربه بشری،
عرض کنم تجربه انسانی، دستاوردهایی که بشر در طول تاریخ داشته که حالا امروز تحت عنوان آزادی، دموکراسی، حقوق بشر همسایه مطرح است. اینا میراث بشریت، فقط غربی هم نیست. بنابراین این نکته اول اینه، یا اون بحث پیشینی اینه که اینا معتقدن که اسلام به عنوان یک دین مدافع اینها هست، پس بنابراین اسلام رو باید با مبانی دینی رو توضیح بدن. و نکته دوم هم این است که اکثریتی که جنبه تجربی داره، جنبه پسینی داره، اینه که امروز چی در ایران، چی در خاورمیانه و کشورهای اسلامی، اکثریت قاطع اینها مسلمانن و بسیار از اینها هنوز در عصر سنت زندگی میکنن، در عصر ما قبل مدر زندگی میکنن. خب شما این جامعه مذهبی، اکثریت مذهبی رو میخواید با دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، عقل مدر، مفاهیم جدید اینا آشنا بکنید، چگونه میخوای اینا رو آشنا بکنید؟ در خود غرب هم میبینیم که رفرم مذهبی زمینه ساز آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم و نمیدونم امثال اینها شده دیگه. این تجربه در خود غرب هم پشت سر گذاشته شده. در اینجا هم مدرنیته از دل سنت غربی در آمده، البته با این تفاوت که غربی ها مدرنیتهشون رو به طور خوابگردانه از دل سنت در آوردن، ما امروز یه تجربه مشخص و روشن در برابر داریم که در غرب اتفاق افتاده و این رو دیدیم، احساس میکنیم این مثبت آگاهانه تره. منتها فرض کنید که بنده و امثال بنده، بسیار از مصلحانی که 100 سال پیش از جمال الدین اسدآبادی، اقبال لاهوری، بعدا تو ایران نمیدونم بازرگان، شریعتی، طالقانی و اخیرا دیگر دوستانی که الان هستن فعالیت میکنن، میگن که خوب حرفشون اینه، میگن که ما در جامعه زندگی میکنیم اکثریت مسلمانن یا در ایران اکثر شیعن و اینها باید با یک نوع رفرم مذهبی جامعه رو به لحاظ ذهنی آماده ورود به عصر مدرن بکنن. یعنی شما برای یک فرد روستایی که با رابطه مقلد و مقلد هست، فتوای یک مرجع تقلید مثل آیت الله منتظری بسیار مؤثرتر هست. فرض کنید صرفا بحث‌های فلسفی و بحث‌های نظری، فرض کنید فرضاً روشن فکر دانشگاهی، نفوذش خیلی بیشتر. بله، بنابراین معتقد هستیم که حتی در علمای حوزه‌های ما هم باید این رفرم رو بپذیرن و سرانجام خواهند پذیرفت. بسیار خوب. حالا این وقایعی که اخیراً داره اتفاق میفته بعد از نتایج انتخابات در ایران، فکر میکنین که این در دراز مدت به روشن فکر دینی در ایران کمک بکنه یا اینکه لطمه بزنه بهش، اصولاً به دین لطمه بزنه؟ ولی اونچه که تاکنون در ایران اتفاق افتاده متاسفانه آسیب‌های جدی به ایمان و ارزش‌های اخلاقی دینی جامعه ایران زده. اما من اگر بخوام که تاریخی به قضیه نگاه کنم، سیر تحولات رو در یک سیر تاریخی، در یک تحول تاریخی ببینم، من معتقدم که جمهوری اسلامی یک تجربه بسیار بزرگی بود برای اینکه ما از عصر سنت وارد عصر مدرن بشیم و در خود جمهوری اسلامی هم این 30 سال در درون خود سیستم جمهوری اسلامی هم رفرم‌های صورت گرفته و این تجربه ای که الان در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که به نظر من این آمیختگی دین و حکومت در ایران موفقیت آمیز نبوده، کامیاب نبوده، حداقل با چالش‌ها و بن‌بست‌های زیاد مواجه بوده، ضرورتاً به عرفی شدن جامعه، ضرورتاً به روند مدرن شدن جامعه و آگاهی جامعه کمک می‌کنه و سیر تحولات رو به سوی نواندیشی دینی من می‌بینم. یعنی سنت‌گرایی در ایران هرچند هنوز متسلبه، هرچند مقاومت می‌کنه به شدت، ولی در سرانجام به این طرفه و مقاومتش هم تاکنون به خاطر حمایت حکومتی و ابزارهای حکومتی بوده. یعنی همین الان اگر شما زور حکومتی رو بردارید و می‌بینید که در عمق جامعه اون چیزایی که خود آقایان به شدت از اون میترسن و میگن که غیر دینی شدن جامعه یا غرب زده شدن جامعه، الان به طبق تجربه شخصی من هم این نشون میده که اساسا نسبت قبل از انقلاب به مراتب تو جامعه غرب زدگی بیشتره، حالا اگر بخوام اون تعبیر درست به کار ببریم یا تعریف درست بدونیم. و بنابراین من فکر میکنم که این تجربه سرانجام کمک میکنه به اینکه جامعه ایران به سوی یک روند دموکراتیک شدن، آزادی خواهی، تحولات مثبت، نگاه جدید به جهان و در انجام رفرم مذهبی به فکر من کمک میکنه. حالا خیلی از روشنفکران دینی از خیلی قبل، از چند سال اخیر به خصوص، صحبت از این میکنه که یک برداشت خاصی از اسلام هست که این الان داره تلاش میکنه غالب بشه و این برداشتیه که میخواد حکومت یا جمهوری اسلامی رو، در واقع حکومت عدالت اسلامی رو جایگزین جمهوری اسلامی بکنه. به عبارت دیگه میخواد اون جمهوری رو از مجموعه نظام حکومتی ایران برداره و بسیاری الان معتقدن اتفاقاتی که الان داره میفته در جهت غالب شدن یا تلاش اون جناح برای غالب شدنه. نظر شما چیه؟ اولا توضیح شما دارین برای من بگین که این چی هست، این برداشت خاص مهدویت گویا بیشتر معتقد به مهدویته. بله، ببینید اون چی که در ایران اتفاق افتاد در سال 57
طبق تحلیل من بیشتر محصول جریان نواندیشی دینی از صدر مشروطه به بعد بوده که پیوند خورد با نهضت روحانیت و افکار آیت الله خمینی و اون چه که ایشون در پاریس گفت و اوایل بعد از ورودش در ایران انجام داد و بخش عمده اون در قانون اساسی اول ما هم منعکس شد. این محصول تلاش‌های فکری و اجتماعی و سیاسی و مبارزات نواندیشان دینی بوده در ایران. منتها بعد از انقلاب این سیر یه خورده متفاوت شد. بعد از انقلاب به دلیل اینکه همون روحانیون سنتی که حتی با آیت الله خمینی هم مخالف بودن، من خودم 15 سال در قم بودم، شاهد و ناظر بودم، اینها یواشاش آمدن در ارکان حکومت قرار گرفتن، در حکومت مذهبی، در مناصب قضایی، سیاسی، اجرایی حتی قرار گرفتن. اینها به تدریج زیر پوست جمهوری اسلامی نفوذ کردند و اون تفکر سنتی که اساساً با مفهوم انقلاب و حتی حکومت مذهبی هم مخالف بودن یواشاش به قدرت رسیدن. تا زمان که آیت الله خمینی بود اینها خیلی امکان نفوذ نداشتن، چون ایشون نسبت به اینا حساس بود و به خصوص سال آخر هم خیلی هشدار میداد نسبت به کسانی که اساساً با انقلاب و با اسلام انقلابی میانه ای ندارن. بعد از فوت ایشون اسلام آمریکایی خطاب، بله، نه تحت عنوان اسلام آمریکایی نام میبرد. بعد از ایشون و این سیر ادامه پیدا کرد، یواشاش همون افراد در پناه رهبری جدید به قدرت رسیدن که نمونه شاخص اینها رو فرض بفرمایید که بخشی از انجمن حجتی میتوان نامید و به خصوص در حوزه سردمدار این تفکر هم آقای مصباح یزدی بوده و هست و بعد در دوران آقای خاتمی بازی خود ضعیف شدن. در دوره اساس تفکرشون چیه؟ چی میگن در واقع؟ چی میگن اساس تفکر؟ البته آقای مصباح با اون مهدویت گرایی با هم متفاوته. اینها اساساً به طور ذاتی و بنیادی با مفاهیم مدرن، با آزادی، دموکراسی، حقوق بشر امثال اینها مخالفند. معتقدند که بین اسلام و مدرنیته یک تعارض ذاتی و بنیادی وجود داره. حالا یک کسانی هستن که سنتگرا هم هستن که همین حرف میزنن، مثلا سیاسی نیستن، مثلا دکتر سید حسین نصر کم و بیش اون هم همین حرف رو میزنه، مثلا او سیاسی نیست، اون بحث تو سیاست و حکومت و قدرت نمیاره، فقط یه بحث فلسفی داره در ارتباط با نقد مدرنیته یا تعارض بین اسلام و مدرنیته. ولی کسانی مثل آقای مصباح یا این نوع افراد سنتی، اینها سیاسی هم شدن و بنیادگرا هم هستن، با توجه به تفکر بنیادگرایی اون وقت در حوزه قدرت هم اظهار نظر میکنن. اینها معتقدن که اون چیزی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، در قانون اساسی اول آمده تحت عنوان جمهوری اسلامی که جمهوری با اسلام با هم دیگه نمیخونه، یا آزادی هایی که تو قانون اساسی آمده این با اسلام نمیخونه، رأی، انتخابات، پارلمان، اکثریت، اقلیت با اسلام نمیخونه، همون تفکری که شیخ فضل الله در دوران مشروطه داشت، این همینجور ادامه پیدا کرده. و اینها اگر به قدرت برسن یه روزی واقعا چیره بشن، اینها طور کلی مفهوم جمهوری رو برمی‌دارن، جاش می‌ذارن حکومت اسلامی، همونجوری که در قبل مطلب بود. حکومت اسلامی هم در شیعه بعد از دوره امامت معنای مشخص و روشنی نداره که منظور حکومت اسلامی چیه. من فکر می‌کنم این حکومت رو میتوان معادل خلافت اسلامی در اصل سنت در عالم سنت دانست، چیزی که مثلا شبیه حکومت خلافت عباسی، اموی یا عثمانی دانست. اما یک چیزی جدیدی بر اون اضافه شده و این مسئله مهدویت گراییه که امروز در تفکر دولت نهم و شخص آقای احمد نژاد متجلیه. اینها هم یه گروهی هستن که تبار تاریخیشون تقریبا به اساس صفویه برمیگرده، شاید به شاه اسماعیل بگیم به طور خاص برمیگرده، که اینها معتقد هستن که ما ارتباط خاص با امامان زمان داریم، گاهی ادعای مثلا ارتباط با واسطه، گاهی حتی ادعای بی واسطه دارن و معتقد هستن که ما به اصطلاح از طرف امام زمان مأموریت داریم، کارهایی که میکنیم تابع اونهاست، تابع نظر اونهاست و اونها مورد تایید اونهاست. اینها اون مرجعیت و نهاد سنتی مرجعیت رو برنمیتابند. به همین دلیل هم هست که در طول این چهار سال دولت احمدی‌نژاد که ضمن اینکه خیلی اسلامگرایی غلیظی داره، ضمن اینکه نمیدونم خیلی خودش متشرع نشون میده، اما در عین حال بیشترین اعتنایی نسبت به نهاد مرجعیت وجود داشته تا اونجایی که الان در واقع به نوعی به تعارض رسیده. بنابراین من اینجوری میخوام بگم که این نوع تفکر الان داره غلبه میکنه، اما غلبه کردن اینها به نظر من تقریبا ناممکنه و اگرم اتفاق بیفته یه سال، دو سال، چند سال ممکنه. اشکه ولی با موزه گیری آقای خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد که علنا و رسما از آقای احمدی نژاد حمایت کرد و گفتن ایشون تفکراتش به من نزدیکتره، آیا به این معناست که آقای خامنه ای هم به این طرز تفکر در واقع گرویده؟
حالا سابقه ای آقای خامنه‌ای را اگر در نظر بگیریم از قبل از انقلاب، خب با این تفکرشون نمیخونه، یعنی سابقه فکری ایشون نمیخونه. حالا چه تحولاتی در این سالها در ایشون اتفاق افتاده من دقیقاً الان نمیتونم ارزیابی روشنی ازش داشته باشم یا به دلایل مشخص اشاره کنم، ولی تصور من این است که حمایت ایشون از آقای احمدی نژاد رفتی به مهدویت گرایی و رفتی به بسیار از افکار اندیشه‌ای ایدئولوژیک های احمدی نژاد نداره. آقای احمدی نژاد یه ویژگی‌ها و خصوصیاتی داره که رهبری اون رو میپسنده، همونجوری که در نماز جمعه گفتن ایشون این ترجیح میده مثلا بعد یک آدمی مثل آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی یا آقای موسوی یا آقای کروبی ترجیح میده. اون ویژگی ها یکیش این است که بسیار بسیار ایشون در اموری که به اصطلاح مورد رهبری هست تابع هست، اطاعت میکنه، و از سوی دیگر هم یعنی در امور خاص مربوط به رهبری نه در ارتباط با فقه و اجتهاد اینها، و از طرف دیگر هم آقای احمدی نژاد در ارتباط با مبارزه جهانی و استکبار ستیزی و مبارزه با آمریکا و حمایت از فلسطین و کمک به حزب الله و امثال اینها، این با این تفکر آقای خامنه‌ای سازگاری داره، به خاطر اینکه خود ایشون هم در گذشته همین نوع تفکر رو داشت. واقعیتش اینه که از این نظر به تفکر ایشون نزدیکه، و از همه مهمتر در انتخابات اخیر دیگه بحث‌های مؤلفه‌های جدید هم وارد تحلیل میشه. مثلا از جمله اینکه خب ایشون بالاخره بعد از 8 سال اصلاح طلبی که آقای خامنه‌ای میانه‌ای با اون نداشت، از اون دوران هم راضی نبود، که فکر میکردن این پرانتزی که بسته شده دوباره به اصطلاح نمیخوان بازش بکنن، این بار آقای خاتمی رو بالاخره با هر لطایف الهیلی از دور خارج کردن، فکر کردن کار تموم شده، و از ناحیه آقای کروبی هم چندان جدی نمیگرفتن، ولی بعد آقای میرحسین موسوی وقتی که آمد آقای خاتمی اصلاح طلب اومدن پشتش، بعد این موج عظیم سبز سرتاسر ایران رو فرا گرفت و بعد این رأی بالایی هم آوردن، به نظر من احساس کردن که دیگه دوباره داره همون وضعیت گذشته برمیگرده، شاید این دفعه مطالبات مردم هم فوران میکنه، بیشتر خطرناکتر میشه، بنابراین قبل از آنی را که کار به اونجا برسه با این کودتای انتخاباتی سعی کردن که دیگه آقای احمدی نژاد نگه دارن، بنابراین آقای احمدی نژاد رفتی مهدویت نباید داد در اینجا، مردم مثل سیاسی هست و بسیار. خیلی متشکرم آقای حسن یوسفی اشکوری از شرکتتون در برنامه.